بابا تو خیلی مارمولکی. بلا همه چوگی بهش خالی بستی. اسم واقعی تو چی میدونم؟ تو بخواه نگفتم بابا که راستشو فقط نگفتم. اونم یه چیزایی نمیخوام دستش بدم. ببین ولی اگه من جد بودم میرفتم راستوسانی همه چی بهش میگفتم. میپره. چی؟ میپره. مگه کفتره؟ نه شب پره. همه گفتن خود دانی. کل رد کنی بدونم. برو بچه خیلی کوچیکه. قیافه رو ببین تو رو برو. ای خنگه بیا ببینم آدم میره خواستگاری اقلی ساعت دستش میمنده آبرمون رو بردی بده بگه شاید وقتمون هم باز کرد کلات هم درست کن نمیدونم چرا ولی من تصمیم گرفتم که همه واقعیت رو به تو بگم. میدونی من بسیار بسیار آدم ثروتمند هستم تا دلت بخواد و اتفاقا میخوام یکی به خاطر ثروتم دنبالم بیاد. میدونی چرا؟ چون که پول ندارم. همه ثروتمند اینجاست تو قلبم. دروغ گفتم چون نمیخواستم از دستتون ولی اگه لایق تو باشم عرضه دارم اونقدر پول داشتم که چیزی نباشه تو بخوای من نتونم بخرم. خب دیگه چی راست نگفتی؟ دیگه همین من سنم چقدر بهت گفتم دارم؟ 30 سال. 30 25 سال. خب چرا؟ خواستم سورپرایزت کنم. آخه میگن دروغ وابستگی میاره. خرس مهربونه دیگه نه؟ آره قربونت برم همونه که دوست داشتی. از کجا فهمیدی؟ از شکم گنده شنیدم. ای شیطون شکم تو که گنده تره. مرسی سعید جون. اولا بگو بابا سعید دیگه. بابا سعید در سایم خیلی خوشگله مگه نه؟ آره ولی تو خیلی خوشگل تری. تشم همیز باید بسته باشم. آره قربونت برم باید بسته باشه تا زودتر خوب شی عروسکتو ببینی. بابایی اصلا نگه تا چه من خوب میشه؟ این چه حرفیه که میزنی عزیزم؟ معلومه که خوب میشه. فقط چند وقت باید چشات اینطوری بسته باشم. اصلا میخوام برم مدرسه. دارم برای دوستان تنگ شد. مگه تو مدرسه میری فسقلی؟ مدرسه هم میری کلی دوست جدید پیدا میکنی بزرگ میشی خوشگل تر از این میشی. ببینم راستی مامانت کجاست؟ مامان رفته برام آب میوه بگیره.
از همه خوشمزه هاست. آفرین به ماما مریم. اصلا آفرین به بابا سعیدم که برام خرس مهربون گرفته. ندارم بابا سعید، خیلی دوست دارم. من هم دوست دارم، قربونت برم. ازتون خواستم امروز تشریف بیارید اینجا به دلیل اینکه نمیتونم یک سری مطالب رو به همسرتون بگم. آی موحد، هم یه خبر خوب برات دارم هم یه خبر بد. البته ترجیح میدم اول خبر بد رو بهت بگم. متاسفانه داریم زمان رو از دست میدیم. ببخشید دکتر، میشه واضح‌تر توضیح بدین؟ یعنی خیلی زود بعد پیوند قرنیه چشم انجام بشه. ببخش منو که اینقدر روک دارم باهات صحبت میکنم. متاسفانه این بدترین قسمت شغل ماست، ولی زمان زیادی برای من، شما و دخترتون باقی نمونده. متوجه منظورم هستین؟ آی موحد، تونستم منظورم رو بهتون برسونم؟ پولتون رو 3-4 ماه پس میدی. مونا جون رو میخواییم بفرستیم لندن؟ خب به سلامتی. بله خب مونا جون مهمتره. نه این حرفا چیه؟ ببخشید من مزاحم شدم. سلام برسونید. خداحافظ. خسته شد. کسی تو فامیلمون دیگه بهش رو نزده باشه. تا حالا چقدر پول جمع کردیم؟ طلا و وسایل خوب بفروشیم 10 تا. دکتر چی کارت داشت؟ راجب سوگن بود، گفت هر چیز تو ترمال باید انجام بشه. باش حرف زدیم؟ به فرهاد دیگه باش حرف نزدی؟ چرا خواستم ولی نشد. تو که اخلاقشو میدونی، اصلا به حرف آدم گوش نمیده. بالاخره که چی؟ سعی یه کاری کن، باش حرف بزن، التماسش کن. سعید سوگن داره کور میشه، میتونی اینو بفهمی؟ آره میتونم بفهمم. خب اگه تو مادرشی منم پدرشم، چی کار باید میکردم که نکردم؟ الان چی کار میتونم بکنم براش؟ دیشب میگفت شاید هیچ وقت نتونه اون نقاشی که تو براش کشیدی رو ببینه. مریم خانومم، همه چی درست میشه، چشای سوگن خوب میشه، بهت قول میدم اون نقاشی رو هم میتونه ببینه. اصلا همه این اتفاقی که تموم شد، همه با هم میریم سفر، اینا همش میگذره میشه یه خاطره. انقدر خودتو ناراحت نکن، هر کاری بتونم انجام میدم، بهت قول میدم. مریم بابا چرا نمیفهمی؟ نمیتونم به زور فرهاد قرض بگیرم که، هنوزم کلی بهش بدهکارم. مگه چقدر بهت کمک کرده؟ 10 برابرش واسش جون کندی. انقدر بیچشم رو نباش مریم، رفیقمه. رفیق؟ شما مردا به چی میگین رفیق؟ خب بابا اگه اون نبود که الان داشتم گوشه زندان آب خنک میخوردم. آقا سعید بیچشم رو نیستم، یادم نرفته. چاره دیگه ای هم داریم؟ خود من 100 بار نمیخواستم برم کار کنم، جناب عالی نذاشتی؟ خودت مگه نگفتی رفیقته، بچه محلته، کمکمون میکنه؟ خودت مگه نگفتی دست به خیره؟ مگه خودتو نگفتی که اگه مشکل سوگندو بهش بگیم حتما کمک میکنه؟ نگفتی؟ من این پولا هر جوری باشه جور میکنم، هر جوری که شده.
مادر جان، عزیز دلم، من گرفتارم، نمیرسم بیام. باز داری شما حرف خودتو میزنی. باشه، من پنج اونجا. بابا چه تیپی زدی؟ چه خوشگل شدی؟ خبریه؟ سرخون نریز فاطمه، من که میشناسمت. میخوای آقا کیانو ببینی؟ آره، برم. نه الان نرو. وای باز چرا؟ از صبح تا حالا با دو سه نفر تلفنی دعوا کرده، الان هم دوباره این خانم بهرامی اومده، گفته کسی مزاحمشون نشه. حرف گوش کن، الان نرو. بابا تو که وضعیت منو میدونی، من به این وام احتیاج دارم. میدونم، من تو الان قاطی میری توی چیز بهت میگه دوباره. حتما. جانم کی بود؟ باش، داریم میام. سعید اومده؟ بله، پایین. آره، امروز بعد از ظهر کنسل کن. باش. باشم، نه چشم. چشم. بریم دیگه متل چی؟ بله. چطوری خرسه مرحبون؟ سلام. کجایی؟ بیمارستان بودم. سوگند بهتره؟ بهتر که چی بگم؟ بشم با دکتر صحبت کنم، گفت که هر چیز خوبه. الو، بریم دیشون. جانم، خدا بزرگه، نگران نباش. چی نگران نباش؟ ای پدر بودی میفهمیدی من چی میکشم. حالا کجا باید بریم؟ کم، فقط بجون، خیلی دیره. بکنم آخر همه برسیم. حالا بذار خبر خوب رو بهت بگم. خوشبختانه نتیجه آزمایش چشمای سوگند مثبته. برای عمل حاضره. فقط تنها مسئله‌ای که داریم راضی کردن اون خانواده‌ای که بچه‌شو دچار مرگ مغزی شده. میبایست اون پول رو که خواستن تهیه بکنید. وگرنه اجازه برداشت قرنیه رو به ما نمیدن. فقط همین؟ شما که میدونی چقدر پول خواستن های دکتر؟ میدونم. من خودم حاضرم سوگند رو مجانی عمل بکنم، حتی میتونم تو هزینه‌های بیمارستان برای تخفیف بگیرم، ولی نکته مهم اینه که زمان باقی مونده خیلی کمه. میباید هر چه زودتر پیوند قرنیه انجام بشه. اگه شما میخواین بهم کمک کنید، فقط برام یکم بیشتر وقت بگیرید. من شاید چند روز بتونم عمل رو عقب بندازم، باقیش دست خود شماست. اصلا رای باشه، من این پول رو جور میکنم.
کسی اینجا نیست؟ ها؟ های؟ متاسفم. نتیجه آزمایش همونیه که گفته بودم. یعنی چی؟ یعنی اینکه بارداری برای شما خطرناکه. ما قبلا هم در موردش با هم صحبت کرده بودیم. به خاطر بیماری قلبی و وضعیت جسمانیتون این کار خیلی ریسکش بالاه. حتی ممکنه خدای نکرده خطر جانی براتون داشته باشه. منم مثل هر زنی آرزومه که بچه دارشم. این تنها آرزوی منه، شما میتونین کمکم کنین. اصلا شما گوش کردی من چی گفتم؟ حرفی من شنیدی؟ به چه قیمتی میخوای مادر بشی؟ دارم میگم ممکنه جونتو به خطر بندازی. اگه قرار باشه مادر نشم همون بهتر که بمیرم. همون شما بگیم چیزی نشده، آروم باشید آقا. درد زایمان طبیعیه، بهش که بی خودی نرفته زیر پای مادر رو. آروم باش، من بهشون میگم که شما خیلی نگرانش بود. باشه؟ فقط آروم باشی. ممنونم. آروم باش. بچه رو انداختی؟ خب بچه هست دیگه، باید بخوره زمین تا بزرگ شه. مرد که گریه نمی کنه، محکم باش. تمومش کنیم. اگه راست میگی تلفن منو به من بدین تا بهتون بگم با کی طرفین. یه دقیقه بهتون وقت میدم. پوز اصاریش گذشت. چی میگم ما انسان ها تو زندگی طوری عمل میکنیم که وقتی چیزی رو میخوایم دوست داریم آسونتر و سریعتر بهش برسیم. منشأ تمام تلاش های ما، منشأ تمام رفتارهای انسانی همینه. منشأ شادی، غم، شکست، پیروزی همینه. و موفقیت یعنی همین. حالا میریم سر بحث برند. بحث اصلی کیفیت صنعتی تمام کشورهای پیشرفته دنیا برنده. شناسنامه اونا برنده، هویت اونا برنده. مثلا من میگم آلمان، یادش چی میافتی؟ برنده
باریکالا بنز دیگه بی ام دبلیو برام. من میگم ایتالیا، شما یاد چی میافتین؟ یاد فراری میافتین، باریکالا یاد لامبورگینی میافتین، ورساچه، جورجی آرمنی، دیانجی. و وقتی میگیم سوئد شما یاد چی میافتید؟ یاد ولوو میافتید. و وقتی ما میگیم فرانسه شما یاد سیتروئن و پژو و رنو میافتید. و وقتی ما میگیم سوئیس شما یاد رولکس میافتید، یاد کارتیه میافتید. وقتی میگیم ژاپن شما یاد چی میافتید؟ یاد سانی میافتید، یاد توشیبا میافتید، یاد لکسوس میافتید. کی الان اینجا دوست داره با لکسوس بره شما؟ خب پس بجو تا دیر نشده بجو. و وقتی میگیم هلند یاد چی میافتیم؟ گل میافتادیم. الان یاد هایپ میافتیم. و وقتی میگیم چین یاد چی میافتیم؟ وقتی میگیم چین یاد فیک میافتیم. امپراتوری فیک دنیا. برند فیکش هم پول سازه. میدونم کار توی شهر روز آشغال یا اون رامین عوضی یا اون بابای گدازاده چیه بهتر از خودتون نمیتونین ببینین؟ چون از شما برترم، بهترم، پولدارترم. گذاشتم براتون، بذارین اینجا بیام بیرون. بجو مامان حاضر شد داره دیرت میشه. باشه مامان، فقط پول یادت نره. مگه دیروز بهت 5 تومن ندادم؟ مامان همچی میگی 5 تومن؟ بابا 5 تومن دادی، 50 تومن که ندادی. میخوام شارژ بگیرم جلو دوستام ضایع میشم و این بقالم که دیگه نسیه نمیده. بی خود کردی رفتی دوباره از بقال نسیه گرفتی؟ مگه صد بار بهت نگفتم از این مردی که حق نداری خرید کنی؟ پولی که به من نمیدی نسیه از بقال نگیرم، خب چیکار کنم؟ مامان معذرت خواهی کنم که چرا به دنیا تو بردم. مامان کیه؟ منو بیارین بیرون میبخشمتون. از تو اتاق مسخره شما گیر افتادم نه؟ حتما میبخشم تو. سلام آقای کبیری. سلام. بعد موقع مزاحم شدم؟ امرتون رو بفرمایید. پدرم میخواست بیا دوباره اوقات تلخی کنه، نذاشتم. دیگه حریفش نیستم. پولتون جور شد؟ نه هنوز، به خودشونم گفتم تا یه مدت دیگه کل بدهی مصاف میکنم. بفرمایید. فاطمه خانم ما هنوز سر پیشنهادم هستن، البته اگه قبول کنی. شما میگی که نمیخواید بفهمی من شوهر دارم نه؟ اون که تو زندونه، حیف شما نیست که داره به خاطر اون میسوزی؟ من منظور بدی نداشتم، فقط میگم حیف شماست که توی موضعین. من یه زن تنها، با من چی کار دارید؟ فاطمه خانم من به شما علاقه دارم. خجالت بکش، میفهمی داری چی میگی؟ من به شما مدیونم. ای به خاطر شما نبود نمیتونستم اعتیادم بذارم کنار. خواهش میکنم برو بیرون. بهتره کم فکر کنید. بفرمایید آقا. ما هم خوبیم. نه نگران ما نباش، تو مراقب خودت باش. راستی دارویی که برات آوردم به دستت رسید؟ آخه ناراحت نشی، خانوادت فکر میکنن تقصیر منه که تو اونجایی. همین؟ گریه میکنی؟ خدا بزرگه، خدا که هنوز نمرده.
واسه چیو میخوری؟ برای چی گریه میکنی؟ دوشنبه برات 20 تومن کارت به کارت میکنم. میدونم کمه ولی الو؟ 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 آخه دبی هم شد جا قربونت برم. ما بعد جزایر اسپانیا کنار هم بشینیم حال کنیم. مخلصتیم. شما یه قدری با ما مهربون باش. ما سرمون بره قولمون نمیدیم. قضیه تراکم چی شد؟ بابا ده دفعه گفتی ساعت آشنا داری. جورش کن دیگه. این سیامک هم زیاد تحویل نگیری یا. جوجه از کوچولوه. دو تا طبقه ساخته فکر میکنه ورساز شد. مخلص شاکر خداحافظ. تو سرت بره قولت نمیره. سود الان تو ساخت و سازه. به تصدیل میشه پسر دارم. تو مهره مار داری. چرا؟ این یارو میدونم از تو هیچی بهش نمیماسا ولی باز کاراتو انجام میده. ببین جواب سلامشو که داریم میدی. زبونی که تو داری مار از اونش میکشه بیرون. واقعا مغز اقتصادی تو یکیه پسر. شاکری منم پدرم در اومده. من این سادگی به اینجا نرسیدم. والا منم آرزومه بی خیال باشم و راحت باشم. اینی سعی باش کن. هر روز داری یه سایز اضافه. خرس مهربون. بله آقا. میگم خرس مهربون زود جواب بده. خرس مهربون. بله آقا. سعی جان عزیزم بعد فکر خودت باش. یه ذره به خودت برس. خیلی چاق شدی. منم میترسم چند وقتی که من جای خوراکی گیر بیاری بخوری. چشم. آفرین. آقا من جنم چاقه. چی؟ من جنم چاقه آقا. چیت؟ شما یه جنم داری؟ اصلا مال غم و غصه هم هست. شما از خدا فقط سلامتی بخور. همیشه. شما پرتقال تو بخور دیگه. نوشه جن. به دل نگی سعید. کلا مغروره. با همه یه جوریه. دیا سخت نگیر. سلام. سلام. خوبی؟ مرسی. تو خوبی؟ خوبم. اگه بدونی چه غذاهایی برای شام درست کردم. دست درد نکنه. بعد من باید برم. حالا نمیشه یه امشب و نری؟ شروع نکن. فرها تو رو خدا. مامان و بابام دارن میان. سه شب پیش دیدمشون. فرهاد زشته. همه دوستام هم دعوت کردم. فرهاد تولدمه. مبارک باشه. حالا نمیشه به خاطر من نری؟ آخه واسه چی؟ خب یه شب دیگه با تو هم. بگو. هر 365 روز یک باره. برای من تو 365 هزار دفعه در روز به دنیا میاد. فرهادت مورایی باشه. سلام منم برسون. فرهاد.
ببین اون چیزی که خواستی تو پارکینگه، رنگش هم همونیه که دوست داری. هر کی هستی بیار جلو بگو چی میخوای. اینجوری چیزی گیرت نمیاد. اگه من رو دوزیدی فکر کردی چیزی بهت میواسه، کور خوندی. چرا خودتون رو نشون نمیدین؟ چی میخواین؟ پول یا انتقام؟ چرا غایب شدین؟ ها؟ جونم آقا، خیلی مخلصیم آقا، کوچیکت آقا. برو کریم رو صدا کن، مسخره. چش آقا هسته. آقا کریم بله آقا. آقا کریم همه چی خوبه؟ همه چی خوبه آقا. مشکل نیست؟ هیچ مشکل نیست، خیالت را جفت و جوره. همه چی جوره. اگه جفت جوره من تا که باید تون حمالت هایی تو رو بدم؟ تا که باید تون اشتباهی تو رو بدم؟ اما تا که باید ضرر بدم؟ دفعه آخرت باشه. چشم سرتو بنداز پایین. دفعه آخرت باشه. چشم برو. امیر حالا با موبایل منو بگی. موبایل شما را با بوق میخوره ها، هر کسی جواب نمیده. قابلمه که نمیشوری، ماشین داری میشوری، یواشه. بسید اینجا که چی؟ با جفل داری نگاه میکنی، برو پایین، برو پایین میمیداری چی کار میکنه. موبایل منو موبایل؟ گفتم موبایل منو بده. موبایل منو بده. چی شده موبایل شما نیست؟ فردا صبح موبایل من پیدا میشه. این دفعه ندید میگیرم چه غلطی کردن. نظر قضیه دیروز آقا کریم تکرار بشه. دست نخورده و سالم پیدا میشه. برو بشین. دخالت نکن. تو دخالت نکن. برو کنم. یعنی چیزی نیست. بچه رو بکارتون برس. موبایل تو ماشین جا مونده بود. حدس می‌زدم. کجا بریم؟ خونه.
آقای کیان، شما که وضعیت منو میدونید. به خدا به این وام احتیاج دارم. این پول به عنوان قرض ازتون میگیرم. قول میدم سریع بهتون برگردونم. اینجا رو نگاه کن. این گزارش حسابداریه. قرار بوده وام قبلیت رو 2 ماه پیش تسویه حساب کنی. درسته؟ درسته. خب 2 ماه شاید 4 ماه تازه بعدم از حقوقت کم کردم. درسته؟ درسته، اما بعدش تسویه کردم. هر روزم که داری دیر میای. ولی از کارم که کم نذاشتم. گذاشتم. اینجا شرکت خانم. اگه اینجوری بود هر روز تو خونمون کار میکردیم. هفته یه بار اینجا جمع میشدیم دور همی هم دیگر ببینیم. یه خورده زیادی سخت. باید بدونم چرا؟ چی میخوای نمان؟ فرهاد فرهاد جان، فرهاد جان، پاشو رسیدیم. خب اینطوری که خودتو داری داغون میکنی، مگه مجبوری یکم استراحت کن؟ سلام علیک. اومدی بالاخره؟ فکر کردم جا زدی. من جا زدم. سامان هم اومده. آره سامان، شجاع شدی؟ نه فرهاد، یکم داری شوخی میکنی. چه شوخی میکنی؟ میپری دیگه. میپرم بالا قبض رو میشم که با برنامه پری دیگه. 20 متر بود، 40 متره. چی؟ جایزه میگیری؟ نکنم خواهی آبرو منو ببری؟ نه بس آبرو که نیست، ولی من میترسم، من نیستم، من این کاره نیست. عمو فرهاد، اگه برنامه کنسله به ما بگو، شب شده. اگه جاش من بپرم، پولشو به من میدی؟ نمیخواد بری بابا جون، تو که قلب مال به درست حسابی نداری، میافتی میمیری جنازت میافتی رو دست. فقط پول اوکی میشه؟ پولت با من. خدا بزرگه. میدونم، ولی خب خیلی به اون پول احتیاج دارم. خود که میدونی نری بیافتی بمیری یه طوری بشی. من نمیگم ات برو، ولی اگه بری خوبیش نه که روی این سینای کم میشه. میپرم مربی آشناس میگم هوا تو داشته باشه. قرونه تو خرس مهره. برو بحثتون یکم زیاده، از ارتفاع که نمیترسی؟ نه. مشکل قلبی، فشار خون، عمل جراحی، چیزی که نداری؟ نه هیچ. چیزی که مصرف نکردی؟ نه اصلا. این پرش از رانندگی کردن راحت تره، همه میان اونجا که خوش بگذرونن، یه هیجان تازه تر رو تجربه کنن. سوال آخر، با همین لباس میخواییم بپریم؟
حوصله‌ای داری مامان، ولش کن. سالی یه بار میای اینجا واسه خودت کار درست میکنی. سارا بس نیست این همه گوشه و کنایه، بس نیست یه هفته هفته ولت میکنه واسه خودش میره جهانگردی. مامان من الان نمیتونم بهش بگم، اون خودش یه دنیا مشکل داره. بعدشم تا حالا هزار دفعه به من ثابت کرده که منو به خاطر خودم دوست داره نه بچه. تو که میدونی فرهاد همه زندگیمه، نمیتونم دلش و غرورش رو بشکنم، نمیتونم بهش بگم چه مشکلی داره. نمیتونی یا نمیخوای؟ چه فرقی میکنه؟ مطمئنی فرهادم همه وقت تو رو دوست داره؟ معلومه که مطمئنم، مگه شما شک داری؟ کدوم مردی اقعا پای زنش با نیسته؟ خودتون صد بار گفتین که فرهاد لوسم کرده. بعدشم اگه اون نبود چجوری میتونستم پایانم همون بدم؟ اصلا چجوری میتونستم اینجایی باشم که الان هستم؟ بیانصاف نباش مامان. بیانصاف نیستم، ولی فرهاد خیلی عوض شده. عوض نشده، فقط یکم گرفتاره. همین. من چیه بالاخره؟ خستم، همش رو هوا. چی بگم؟ فرهاد تو که میدونی من چقدر دوستت دارم، تو هم که با من حالت خوبه، اینا کم نیست. چرا انقدر دست دست میکنی؟ ما میتونیم با هم خوشبخت باشیم. همه میخوان خوشبخت بشن. من میخوام خوشبخت باشیم، بچه دارشیم، بچه همونو با هم بزرگ کنیم. مثلا میخوام همه بدونن. من فهم میخوام حال تو خوب باشه. نکنه دیگه دوستم نداری؟ ادعا داری؟ نمیتونی یک کلم بگی آره یا نه؟ اینقدر با زندگی آدم بازی نکن. چرت و پرتایی میاد. فرهاد پس چی شد مسافرت؟ میریم. واقعا؟ کی؟ هر وقت تو بگیم. چه بریم؟ هفته دیگه خوبه؟ قرونه چشای بادمیت این هفته اوج کار منه. ماه دیگه میریم. اینقدر دلم واسه مامانم تنگ شده. آره من هم واسه اون ماچه بوستاش خیلی دلم تنگ شده. خب گناه داره، همش تو خونه تنهاست. میخواست بابات نکشه تنها نمونه. فهمی قراره با ما بیاد مسافرت انقدر خوشحال شد. میگه قراره بیاد. خب اشکالی داره؟ حتما داره. میگه قراره هر دفعه ما میریم مسافرت یکی دنبالمون را بیفته بیاد. فرهاد یکی نیست، مامانمه. یعنی چی مادرمه؟ فکر میکنه هنوز تو شکمشی؟ چطوری روش میشه پاچه بیاد؟ ها؟
چطوری روش میشه پاشه بیاد؟ ببین میدونی من از این حرفا و بحثای تکراری خسته شدم، ما حرف هم دیگر نمیفهمیم. تو اصلا با من حرف میزنی که من بفهمم یا نفهمم؟ قرار نیست حرف مثلا من حل کنم، مشکل داری بیا صحبت کن حرف بزن. خب مشکل همینه، تو اصلا نیستی که من باید حرف بزنم. من اگه سر شب ساعت 8 بیام خونه، شما فندی نداری، دلچنگابانا نداری، روبرتو کاوالی نداری، شنه نداری، رولکس که عاشقشی میمیری براش که بدون رولکس تا سر کوچه نمیری نداری. این هزار تا تایی که به خودت میزنی که بگی من اینم، اونو نداری، ماشینم نداری، هیچی نداری. تو چت شده فرهاد؟ داری بهانه میاری؟ بهانه نمیگیرم. چرا داری بهانه میاری؟ بهانه نمیگیرم. مشکل من و تو میدونی چیه؟ گلم به هم دیگه نمیخوره. گل من و تو به هم نمیخوره؟ ببین نه من خوبم نه تو بد، به درد هم نمیخوریم. الان به این نتیجه رسیدی؟ سارا، سارا جان، ما با هم خوشبخت نیستیم. لابد به بچه هم ربط داره. حتما ربط داره سارا. دوست دارم پدرشم، گناهه. دوست دارم به جای مادرت دست بچه هم بگیرم برم مسافر. چرا این حقا ازم میگیری؟ خودخواه نباش. بله سنم آوردین، چی میخوای نزدم؟ فرهاد جان پسرم، بابات مریضه، خیلی حالش بده، نمیتونی بفهمی؟ الان بهت احتیاج داره. مادر جان عزیز دلم، من گرفتارم، نمیرسم بیا. گرفتارم کدومه؟ خجالت بکش، ور زبونه شده. جلسه خواهش میکنم بیا. شما که داری همش حرف خودتو میزنی. اصلا دکتر بابا چی؟ تو نباید بیای سر به من بزنی. اینقدر چسبیدی به پول که همه چی یادت رفته. باشه من پنج اونجا پنج میبینمت. یکی بود یکی نبود، توی شهر خیلی دور یه دختر خوشگلی بود به اسم سوگن. سوگن کوچولو ما دلش بر باباش خیلی تنگ شده بود. خدا انقدر این سوگند ما رو دوست داشت که بهش گفت که یه مدتی تو هیچ چیزی رو نباید ببینی تا بعدش یه جایزه خیلی بزرگ بهش بده که بتونه دنیا رو خیلی قشنگتر ببینه. باباش قرار بود براش یه عروسکای خوشگلی بخره بیاره که وقتی خوب شد با این عروسکا بازی کنه، براشون اسم بذاره. سوگن کوچولو عشق مامانش بود. سرت بهتر شد؟ خدا رو شد. چی شد؟ برای قرار شد ساعت 5 اینجا باشه. من برم آمادهشم که بچه همه دیگه معطل نشه. باشه؟ بچم گرفتاره، کار داره، تو چه توقعی از اون داری؟
سلام، من خانم کیان هستم. یه ماشین میخواستم آرژانتی. مشکل. My God. بله، یه لحظه گوشی حضورتون. باید برم دستشویی. یه دقیقه دیگه میبرم. عذر میخوام. آخه نمیترسی که؟ نه، فرات فقط یه قولی به این میده. بگو. اگر رفتم بالا اتفاقی برام افتاد. چه اتفاقی؟ حالا هرچی مریم شه سوگندتون میمارسم، پولو بهش برسون. خیلی خوب، نظر عمل سوگند رو بیفته. ای بابا، نمیخوای بیرون بالا خودکشی کنی؟ تجارت کش من یک کنی. من فهم خواستم مطمئنشم به این بول میدی. خیالت راحت بشه. خیالم راحته، فهم خواهم مطمئنشم. سعید بی خیال دیگه. سوگن جونم. بله. اینجوری میخونی مامانو بیدار میکنی و چشم. چشمندتو باز کردی؟ دلم براتون تنگ شده بود، چشمندم باز کردم که ببینم تو. خب دلم برای بابا هم تنگ شده. میشه تلفنشو با موبایلم بگیری؟ باشه. گوشیت کجاست؟ زیر پای چپ آخه خرسه. بیمارستان نمیخواد جواب بده. بذار پولو که گرفتی نیم ساعت دیگه زنگ بزن خوشحالش کن. حتما دستش بنده، خودش بهت زنگ میزنه. و
برو موفق باشی. بیتون کم شد خدایش فکر میکردیم بره بالا. آفرین شنون کردم بایی کردم باست اینا داشته باش. من خیلی نگرمت سالیدم نگرم نمیشی. خواهش میکنم ازت تموم بشه. تمومش کن. خوش هستم. ماشاءالله پسر. دست منو بگیر. آسونه، کاری نداره. یه لحظه است. مرسی. سعید جان خوشو. دستم هنوز باید دستا باشه. مرسی، مرسی. بیا. هنوز تا جلو خیلی مونده. منو مازیا جلو تیم هنوز. آقای سعید آماده است، شمارش معکوس هم بدید وقتی گفتیم بریم. Thank you.
بگو. ماما پس تو رو بابا نیومد امزم نمیاد. گفتم که بابا رفته مسافرت. نکن از دست تو نراحته. بازم حسش داری؟ حتما سر پول عمل من دعوتون شده. ماما نکن بابا قهر کرده. نه دخترم، بابا میاد، حتما میاد. الهی مامان قربونت بره. گریه نکنی یا دیدی آقای دکتر چی گفت؟ گفت برای چشمات خوب نیست. یعنی چی که چشمات دادم به یکی دیگه؟ جز تو کسی رو ندارم فرهاد. تو رو خدا تنها نذار. همه زندگیم توی. فرهاد پسرم پیدار شما خوابی مامان؟ الان که وقت خواب نیست که. خود درست نگو. بودم
همیشه فکر میکردم که منو میبخشی. من حق داری که نبخشی. میفهمم چی کار کردم. یا فرصت دیگه به من میده. همه چی جبران میکن. التماست میکنم. التماست میکنم. کجایی؟ آب پیدت کردن. چرا مامانت رو تنها گذاشتی؟ دختر خوب که مامانش رو تنها نمیذاره. هم فرهاد تویی؟ بله عزیزم. بابا من پیشته؟ بابا کار داشت نتفیز بید. اما اصلا بابام کجاست؟ بابا رفته یه جای خوب. بعدش هم گفته بهت بگم که خیلی دوست داره. اما بابا منمیشه با تو بود که خوشحالم که میبینم نمیترسی عمل کنی. چرا خیلی هم میترسم. اصلا اگر بابام نیاد من عمل نمی کنم. بابام دیگه من دوست ندارم و نکنم از مرزی من خسته شده. اصلا چجوری بابا سعیدا میکنم. اما بابام بس گفت من هم خواهم که بابام باشم. گفتم که آقای کیان دیگه متاسفانه خیلی دیر شده. بعید میدونم بشه کاری کرد. بالاخره بعد یه راهی باشه. من کاملا درکت میکنم. میدونم که میخوای کمک بکنی ولی پیوند قرنیه عمل ساده ای نیست. دکتر من همه هزینه هاشو میپردازم. فقط راحتم کن. یادت باشه آقای کیان هر چیزی تو این دنیا خریدنی نیستش. من خودم الان حاضرم تمام هزینه های عمل رو بدم. حاضرم هر کاری بکنم تا این دختر طفل معصوم نابینا نشه. ولی شدنی نیست. دیر شده. به چه زبونی بهت بگم اینو؟ اگه قرنیه پیدا شه چی؟ پیدا کنی؟ از کجا پیدا کنی؟ مگه قرنیه رو تو سوپرمارکت ها میفروشن؟ اگر هم میتونی برو پیدا کن؟
جانم تموم نشد؟ نیم ساعت دیگه تموم میشه. نمیخوای بگی داری چی کار میکنی؟ باید تکلیف هیچ سایی روشن میکرد. نمیدونی مگه؟ چی رو نمیدونم؟ که چقدر دوستت دارم. خب خوبه که تو میدونی. فرهاد جانم میشه این لحظه ها تموم نشه؟ دیگه نمیشه. فقط زود بیا. خوشحالت میکنه؟ آره خیلی. پس پنجره تو ببن، هوا سرده. فقط یه فرصت دیگه.